سلام به همگی، امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی وقت بود که این مدلی نیومده بودم، ننشسته بودم باهاتون حرف بزنم، بیشتر ولاگای سفر میگرفتم. امروز تصمیم گرفتم راجع به این موضوع جالب باهاتون صحبت کنم، اونم راجع به فرهنگای عجیب آمریکایی است. همونطور که میدونین، حالا هر کشوری، کشور خودمونم حتی، فرهنگای عجیب غریب ممکنه داشته باشه و خب آمریکا هم از این قاعده مستثنا نیست. دلم میخواد چند تا از اون فرهنگا رو براتون اینجا توضیح بدم. اول از همه باید بگم که این واژه ملتینگ پات، که همون در واقع تنوع فرهنگی آمریکایی هاست، یه واژه‌ای که خیلی اینجا استفاده میشه. در واقع یک چشمانداز فرهنگی وسیعیه که باعث میشه که این فرهنگ ها به قول معروف فرهنگ های مختلف با هم مخلوط بشن اینجا توی یک کشور، و بهش میگن ملتینگ پات، و فرهنگ پویایی هست فرهنگ آمریکایی. در واقع تنوع و اندازه فرهنگی بزرگی اینجا وجود داره. حالا منظورشون چیه؟ منظورشون اینه که مناطق مختلف آمریکا فرهنگ های مختلف، لهجه های متفاوت و یا حتی آب و هوای متفاوتی هم دارن. یعنی هر ایالت آمریکا میتونه یه جور باشه و همه شبیه به هم نیست. مثلا لهجه جنوبی، جنوب آمریکا، و یا سیاه پوستا لهجهشون با مثلا لهجه نیویورک متفاوته، یا کالیفرنیا، با هم دیگه لهجه های متفاوتی دارن. چیز جالب دیگه که باید بدونیم که کشور آمریکا کشور خیلی وسیع و بزرگیه، جمعیت زیادی داره، ولی حتی نصف این جمعیت هم پاسپورت ندارن. به خاطر اینه، این دلیلش اینه که خب انقدر آمریکا بزرگه، هر روزش هم یه جایی بخوام برن، هر هفته هم یه جایی بخوام برن، یا ایالت های مختلف بخوام برن، باز هم جا برای دیدن هست. برای همین خیلی هاشون احتیاجی ندارن که حتی از کشور خارج بشن تا جای زیبایی رو ببینن، جای مختلف بخوام ببینن. این به خاطر همون تنوع اقلیمی و آب و هوا و سرزمین پهناوره. مثلا از مثالش میتونیم آلاسکا نام ببریم، هاوایی، جزایر هاوایی رو نام ببریم، که خب هر کدوم از اینجا برن براشون مثل یه سفر خارجی به حساب میاد، چون هاوایی میدونیم که جزیره است، و آلاسکا هم خب خیلی جاهاش رو باید حتما با هواپیما برن، چون به زمین متصل نیست و جزیره است. خب من این بین میخوام جعبه های آمازون هم که رسید باز کنم و همینطور صحبت میکنیم وسطش. قدم بزرگی، حالا نمیدونم چجوری هم باز کنم اینو هم صحبت کنیم. راجع به یه چیز جالب دیگه ای که آمریکایی‌ها خیلی بهش معروفن، اندازه وعده های غذاییشونه. یعنی در واقع حجم غذایی که شما تو رستوران ها بهتون میدن شاید دو برابر یا سه برابر همون حجم غذایی باشه که توی اروپا سفارش میدین، و خب قیمتش هم به نسبت اونقدر گرون نیست به نسبت اروپا، و این باعث میشه خیلی ها که تازه میان آمریکا براشون شوکه کننده است که چرا انقدر غذا تو بشقابشون هست، اصلا نمیتونن تمومش بکنن. خب این فرهنگی که باکس بهتون میدن غذا رو با خودتون ببرین توی آمریکا خیلی بیشتر جا افتاده تا اروپا. یه گزینه دیگه هم که خیلی ها رو شوکه میکنه داشتن اسلحه است توی آمریکا. یعنی شما توی آمریکا این اجازه رو داری، این حق رو داری که با خودت سلاح حمل بکنی. البته خیلی جاها باید اگر سلاح با خودت جای عمومی میبری یه جوری بذاریش روی لباست که پیدا باشه، بدونن که داری اسلحه حمل میکنی. ولی خب برای کشورهایی که این قوانین سختگیرانه رو دارن و اجازه نمیدن که کسی اسلحه داشته باشه، این قانون عجیب و غریبه. باز کنیم این جعبه رو ببینیم توش چیه. بعضی وقتا یادم هم نمیمونه که چی میخرم خودم. یه بحث جالب دیگه هم که توی ویدیوهای دیگه هم خیلی راجبه صحبت کردم، همون سیستم بیمه درمانی آمریکاست، همون هلتکر سیستم آمریکاست، که برای خیلی ها جای تعجب داره اینجا که چرا سیستم مراقبت بهداشتی آمریکا همگانی نیست. همچین چیزی رو تو آمریکا نداریم به عنوان یک کشور پیشرفته، ولی خب تو اروپا همچین چیزی وجود داره. بیمه درمانی رایگان و همگانی برای همه هست، ولی آمریکا از طریق امپلویر، یعنی همون کسی که استخدامتون میکنه، یا حتی بیمه شخصی که باید خودتون پرداخت کنین میتونین بیمه بشین. اینو هم نباید فراموش کنیم که آمریکا
یکی از بهترین های مراکز درمانی و بیمارستان ها رو داره. یعنی سیستم درمانیشون از لحاظ تکنولوژی و متخصص کاملا پیشرفته هست، فقط بیمه درمانی مقدار اینجا مشکل داره. مثلا شما میتونین از بیمارستان های خیلی معروف کلینیک مایو رو نام ببرین که در ایالت مینسوتا هست، بیمارستان سیدر ساینای که توی لس آنجلس هست بسیار معروفه، و بیمارستان جانز هاپکینز در مریلند که اینا خب از بهترین های آمریکا هستن. در واقع جالبه بدونیم که شخصیت های سیاسی بزرگ دنیا که حالا نام نمیبرم از کجا، همشون تشریف میبرن اینجور مراکز و درمان میشن. ولی خب جالبیش اینجاست که به قول معروف خود آمریکایی‌ها بعضی‌هاشون انقدر پول ندارن یا انقدر سرمایه‌دار نیستن که بتونن اینجور بیمارستان‌ها برن و خودشون رو درمان کنن، و جالبه که خارجی‌ها از جاهای دیگه که پول دار هستن میان و اونجا درمان میکنن، خودشون رو عمل میکنن، و واقعا این یه نکته جالب و شوکه کننده برای من هم هست که خب چرا خود آمریکایی که توی آمریکا زندگی میکنه نمیتونه از این بیمارستان های پیشرفته استفاده کنه، به خاطر اینکه خب هزینه بیمش زیاده، یا بعضی از این بیمارستان ها اصلا بیمه هم قبول نمیکنن چون اصلا کلا تو رده لاکچری هستن و فقط آدم های پولدار رو پذیرش میکنه. و خب خیلی از این چیزها این باعث ورشکستگی هایی میشه که توی آمریکا شاهدش هستیم. خب اولین چیزی که گرفتم مسلما برای چیزایی که برای موچی خانم گرفتمش، این یه بازیه. موچی رو که برده بودمش برای چند جلسه کلاس آموزشی، بهم گفتن که خب باید بازی هم باش بکنی، حتی همش نباید فیزیکی باشه، یه مقدارم بازی های فکری باید باشه، که براش از این هایدن سیکا گرفتم، یه دونه هم از این پازلا گرفتم که در واقع باید توش از این جایزه ها میذاریم و بدونه که تو کدوم گذاشتی و باز کنه هر کدوم رو خودش پیدا بکنه. خب قبل اینکه بقیه رو باز کنم راجع به فرهنگ انعام یا همون تیپینگ توی آمریکا صحبت کنیم. آمریکایی‌ها خیلی فرهنگ تیپ دادنشون، انعام دادنشون جا افتاده. تو ایران هم آنچنان جا نیفتاده هنوز، مخصوصا تو رستوران که میری اکثریت، مگر اینکه حالا مهاجر باشن، توریست باشن، ندونن، 99% تیپ رو، یعنی همون انعام رو میذارن. کمترینش 10%، 20%، 15%، 18%، و خب خیلی هم اگه دوست داشته باشن بیشتر از اون تیپ میدن. اگر مثلا 50 دلار شده باشه قیمت غذاشون اون شب، 10% رو میذارن 5 دلار، 20% رو میذارن 10 دلار اضافه بر اون، و تازه خیلی جا مالیات هم دوباره روش میدن. و این خب خیلی جا افتاده. حالا کسی که مثلا بار میره یک نوشیدنی سفارش میده، به اون بارتندر هم تیپ میده، یا مثلا اگه کسی چمدون های شما رو از هتلتون میاره به اتاقتون، به اون باید تیپ بدین، یا حتی تاکسی، چیزای عجیب غریبیه. حتی اوبر اینجا وقتی اوبر هم میگیری بعدا برات یه پیام میاد که میخوای تیپ بدی به درایورت. جالبه دیگه، همه چیو اینجا با فرهنگ انعام انجام شدن. خیلی از جاها من اوکی هستم باهاش، ولی اون اوایل که اومده بودم خیلی چیزا برای من جا نیفتاده بود هنوز، که خب من چرا باید به کسی که کار رو داره انجام میده، کار خودشه داره انجام میده، تیپ بدم، انعام بدم؟ مثلا درایور یعنی راننده تاکسی خب داره حقوقش رو میگیره، ولی بازم باید از اون ور تیپ هم بدی. و یا به این فکر میکردم که چرا کسی که کار میکنه به عنوان گارسون باید دوباره تیپ هم بگیره، و این فرهنگ از اونجایی میاد که گارسون ها توی آمریکا حقوق برابری با بقیه نداشتن. یعنی گارسون ها حقوق خیلی کم میگرفتن و یه فرهنگ جا افتاد که اون کسی که باید غذا میخورد نصف حقوق گارسون رو از روی انعام بهشون میدادن، و این فرهنگ هنوز هم جا افتاد. البته خیلی جاها گارسون ها الان دیگه حقوق برابر دارن، قبل نیست که حقوقشون نصف باشه و بقیه بخوام پولش رو بدم، ولی خب این فرهنگ هنوز هست دیگه سر جاش. خب یه چیز دیگه باز کنیم. آها اینم که خب پوپ بگ موچی خانومه برای دستشویی رفتنش،
یه دونه دیگه هم از همین پازلا براش گرفتم که توش یا غذاشو میتونم بذارم یا جایزه میذارم توش که میتونه بو کنه ببینه رو کدومه و باز کنه براش. چون من معمولا خونه از خونه چون کار میکنم اکثر مواقع موچی حوصله‌اش سر میره و این به نظر من اصلا خوب نیست، برای همین من دلم میخواست که یه چیزایی براش بگیرم سرگرم بشه. مثلا جایزه رو توی این میذاریم بو میکنه و با دماغش اینا رو باز میکنه و جایزه رو میخوره. خود این اگه من 4-5 تا جایزه توی این بذارم احتمالا نیم ساعتی سرگرم خواهد شد. همین این خیلی چیز جالبیه. خب هنوز بقیه رو باز نکردم. یه چیز جالب دیگه و عجیب دیگه توی آمریکا قطب بندی سیاسی آمریکاست. همونطور که همتون میدونی این آمریکا دو قطبیه سیاستش. حالا قطب‌های دیگه هم وجود داره ولی اصلی‌هاش که معمولاً رئیس جمهور آمریکا میشن از دو قطب دموکرات و ریپابلیکن هستن، یعنی جمهوری‌خواه و آزادی‌خواه. این دو قطبی بودن این سیاست اینجا خیلی برای بعضی شوکه کننده هست، چون بعضی وقتا ببینی که اصلا این دو حزب مختلف طرفداراش با هم دعوا میکنن و یا حتی میتونم بگم که شاید بعضی دوستی ها یا روابط خانوادگی سر این چیزا به هم میریزه و با هم دیگه دعوا میکنن. زوجی که ازدواج کردن حتی شاید اختلاف نظر راجع به این چیزا براشون پیش بیاد و جدا بخوام بشن، تا این حد عجیب و شوکه کننده است. و یه گزینه دیگه هم توی رای گیری آمریکا وجود داره به اسم الکترال کالج که یه گزینه خیلی پیچیده ای هست و عجیبیش اینه که ممکنه یه نماینده رای بیاره رای بیشتر، ولی تو الکترال کالج برای انتخاب رئیس جمهور اون شخصی که بیشتر رأی آورده ممکنه حتی قبول نشه، به خاطر اینکه ممکنه حتی شکست بخوره. چون اگه یادتون باشه سال 2016 بین ترامپ و هیلاری کلینتون اون کسی که بیشتر رأی آورد کلینتون بود، هیلاری بود، ولی باز هم ترامپ قبول شد چون رأی الکترال کالجش بیشتر بود. و این یه موضوع پیچیده‌ایه که منم حالا کامل بهش واقف نیستم، فقط میدونم اینجوریه که کل ایالت‌ها رو در نظر میگیرن که کدوم ایالت بیشتر به جمهوری خواه داده و کدوم ایالت بیشتر به دموکرات و یه درصدهایی رو در نظر میگیرن و اگر رأی شخص حتی بیشتر باشه ولی الکترال کالجش کمتر باشه باز هم برنده نخواهد شد و اینش عجیبه. خب همونطور که این چیزها رو باز میکنم یه گزینه جالب دیگه هم به ذهنم اومد به اسم مصرفگرای آمریکایی‌ها. خیلی مصرفگرا هستن و الان جا داره که اینجا چون دارم بسارم باز میکنم به مصرفگرایی بپردازیم یه خورده. اگه یادتون باشه بلک فرایدی، همون جمعه سیاه که در واقع بعد از Thanksgiving هست، و یا حتی مثلا این حراجای 70% که میزنن، حراجایی که خیلی مثلا تبلیغاتی هست، خب اینا نشون میده که این کشور مصرفگرایی consumerismی هست و خرید زیاد توش میشه و به قول معروف اکانومی یا همون اقتصاد جامعه خیلی قوی تره اینجا. چون حالا اگه شرکت های مثل آمازون یا مثلا ای بی رو در نظر بگیریم که آمریکایی هستن، میبینید که چقدر خرید و فروش توش زیاد میشه. من از آمازون سفارش دادم و راحت میکنن این قضیه رو برای مردم که راحت سفارش بدی خرید کنی و اقتصاد بچرخه. چیز دیگه که راجع به فرهنگ آمریکایی یادم اومد اینه که غذاهاشون خیلی سرخ شده است. خیلی غذای سرخ شده زیاد میخورن. کنتاکی فراید چیکن یکی از مثالهاش هست، یعنی همون مرغ سرخ شده. و خب خیلی چیزای دیگه، حتی میبینی که دونات یا هر چیز دیگه که شما در نظر بگیرید رو اینا سرخ میکنن و میخورن. البته این وسط به ورزش‌های افراطیشون هم باید اشاره بکنیم که آمریکایی‌ها خب خیلی از ورزش‌های شدید و فعالیت‌های ماجراجویانه علاقه دارن، مثلا بانجی جامپینگ یا همون پرش از ارتفاع و چتر بازی و یا حالا همون گاو سواری. اینا فرهنگ‌های ورزش‌هایی هست که تو فرهنگ آمریکایی رواجه. البته ممکنه این مقدار خطرناک هم باشه. ورزش‌های آمریکا متنوعه، فقط هم به خورد و خوراک نیست. حالا آمریکایی‌ها خب مثلا خیلی بیسبال دوست دارن و فوتبال آمریکایی خیلی دوست دارن و همیشه این
تیم های مختلف رو دنبال میکنن. حالا نه تنها که این ورزش های رقابت های حرفه ای هست، حتی کالج ها و دانشگاه هاشون هم تیم های غیر حرفه ای دارن که خب خیلی از دانشجوها علاقه دارن بهش و شرکت میکنن. خب اینی هم که دارم باز میکنم یه چیزی هست که به درد موچی میخوره. البته این باکس همش برای موچی بوده. او چجوری بستنش که اینطوری. من برای موچی یه دونه از این استپ ها گرفتم، استپ که چون روی موبل میره همش میپره و خیلی دست و پای موچی کوچیکه دیگه و من میترسم که یه مدتی بعد یه مدتی زانو درد بگیره، برای همین براش از این استپ ها گرفتم میذارم کنار موبل که راحت بتونه از روش بیاد بالا، مجبور نشه بپره بالا و دست و پاش در بگیره. خب یه گزینه دیگه هم که خیلی توی آمریکا رواجه این قضیه یه که آمریکایی‌ها عشق سلبریتی دارن، یعنی همش دنبال فرهنگ سلبریتی هستن، همون پاپارازی، فرهنگ پاپارازی یا تابلوید یا همون روزنامه‌های زرد، اینا خب خیلی بهش توجه میشه اینجا. پاپارازی یعنی همونایی که عکس میگیرن از سلبریتی‌ها و میفروشن و پول در میارن از روش. قضیه ای که اینا خیلی علاقه زیادی به این افراد مشهور دارن تو آمریکا هم برای خیلی ها ممکنه عجیب باشه. خیلی ها فکر میکنن که شاید این قضیه به خاطر اینکه خانواده سلطنتی و پادشاهی هیچ وقت تو آمریکا چون وجود نداشته، مردم برای خودشون همیشه دوست دارن یه بوتی درست بکنن. حالا بوت اینها هم ممکنه همین سلبریتی ها باشن به جای خانواده های پادشاهی. برای ادامه همون بحثم، حالا فرهنگ همون پاپ دیگه، فرهنگ پاپ آمریکایی، پاپ کالچر بهش میگن، همون موسیقی و فیلم و تلویزیون و مود هست دیگه که تأثیر قابل توجهی هم تو جهان داره، که حالا این روند و سلیقه‌های مختلف رو توی دنیا پایه‌گذاری کردن. حالا اگه بخوایم اشاره بکنیم، پاپ کالچر آمریکا همون هالیوود خودمون هست دیگه، فیلم‌های هالیوودی، نمایش‌های مختلف، گروه‌های موسیقی مختلف، بندهای مختلف، حالا همون جوایز اسکار، گرمی، اینا همه خب رویدادهای مهمی هست که در واقع جزو پاپ کالچر آمریکاست دیگه. و در ادامه این بحث سلبریتی‌ها، این رو هم باید بگم که اینجا توی آمریکا فرهنگ جراحی پلاستیک و زیبایی هم مثل کشور خودمون ایران خیلی بابه، به خاطر همین که خب اینجا سلبریتی ها از بس به خودشون میرسن، مردم هم از اونها میخوان الگو برداری کنن و خب خیلی هم اینجا شهر بزرگ مثلا لس آنجلس یا نیویورک اینجور چیزا خب بیشتر رایجه. حالا چرا؟ چون مدل اینجا زیاد هست، مدل‌های مختلف، یعنی میخوان مدل بشن، مانکن بشن، حالا میخوان هنرپیشه بشن. کشور خودمون جراحی زیبایی بینی باب هست، اینجا هم خب محبوب این چیزا. البته تو کشور ما یه خوره افراطی همه چیز، بینی ها همه عجیب غریبه، ولی اینجا یه مقدار جراحی زیبایی متعادل تره، یه مقدار طبیعی تر انجام میدن و مثل ایران عجیب و غریب نیست. گزینه دیگه اینجا هم نوآوری و کارآفرینیه که خب میدونین که آمریکا تو این زمینه یک سابقه طولانی داره و این باعث میشه که خب مثلا همون سیلیکون ولی، اگه بخوایم راجع به صحبت کنیم، همون جایی هست که فیسبوک ازش اومده، اینستاگرام ازش اومده، تیک تاک ازش اومده. تیک تاک مال چینه. شرکت‌های بزرگ اومده برای اینا با مرکز پیشرفت فناوری و استارتاپ آمریکا هست دیگه. یه چیز دیگه برای موچی خریدم، برای دور کالرش هست، یعنی همون قلاده که هر موقع زیاد مثلا سر صدا کنه موچی، این یک اسپری هم داره بهش که یه بوی جور گیاهی ازش در میاد که سگ‌ها مثل که زیاد دوست ندارن و این باعث میشه که زیاد سر صدا نکنه. پارک های ملی آمریکا هم در واقع اینجا سیستم گسترده پارک ملی خیلی خوبی داره، زیبایی های خیره کننده ای داره و خب این باعث میشه که خیلی ها اینجا اهل طبیعت و بیرون رفتن باشن. حالا زمین های عمومی وجود داره، شما میتونید اونجا استفاده بکنین ازش. غذاهای منطقه‌ای هم بخوایم راجبش توضیح بدیم، غذاهای مختلفی دارن، مثل کشور خودمون مثلا از جنوب بگیریم کباب جنوبی دارن، حتی صدف خوراکی مثلا مال قسمت نیو انگلند هست،
و خب خیلی غذاهاشون متنوعه. مثلا میدونین که اینجا فرهنگ اسپانیش و مکزیکی خیلی غالبه، غذای اسپانیش خیلی خوبی اینجا وجود داره، مخصوصا ایالت هایی که نزدیکن به مکزیک مثل کالیفرنیا و تگزاس. مهاجرانی که توی این کشور اومدن باعث شدن که این فرهنگ گسترده غذایی هم اینجا خیلی باب بشه. خب با توجه به اینکه راجع به غذا حرف زدم، اینا هم باید بدونیم که آمریکایی‌ها خیلی هاشون مشکل چاقی دارن، اوبیسیتی هست، به خاطر اینه که خب همونطور که گفته بودم پورشن و اندازه غذاشون خیلی زیاده و خب تنوع غذایی زیادی دارن اینجا. و همینطور هم یه فرهنگ عجیب دیگه ای که آمریکایی‌ها دارن اینه که خیلی از ماشین استفاده میکنن، فرهنگ ماشین سواری هستن، آدم‌های ماشین سواری هستن و این باعث میشه که فعالیت بدنیشون کمتر باشه. یه چیز دیگه هم که آمریکایی‌ها راجبش باید بدونیم اینه که خب آمریکایی‌ها خیلی آدم‌های خونگرمی هستن. در واقع این موقعی هر با غریبه هم باشه باید ممکنه صحبت کنه توی آسانسور، توی خیابون یا هر جایی. من یک کیفیه که گرفتم برای اینکه دوربینم و ولاگ میگیرم، دوربینم رو بتونم بذارم توش، چون خیلی وقتا که بیرون میرم این دوربینم تو دستم این منوره ممکنه بیفته. خب فکر میکنم چیزایی که راجع به آمریکا میدونستیم و گفتم. حالا مشکلات دیگه آمریکا هم میتونه این باشه که اینجا فرهنگ اعتیادشون هم خب خیلی زیاده، خیلی اینجا معتاد هستن، البته اون تو کشورهای دیگه هم هست. یه چیز دیگه هم خریدم برای زیر ظرفشویی که تمام این اسپری ها و اینا رو بذارم تو. اینم برای چیز گرفتم، برای زیر کابینت گرفتم که دیگه برانبر نیفته. خب امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. امروز سعی کردم یه مقدار متفاوت برگزارش کنم که شما هم لذت ببرین و اینکه امیدوارم از اطلاعاتی که دادم استفاده هم برده باشین. تا ویدیوهای بعدی خداحافظ.